در جستجوی زمان از دست رفته. اثر مارسل پروست. کتاب سوم، طرف گرمانت یک. راوی محمد حسنپور. قسمت بیستم. شنیدم که میان سنلو و معشوقش مشاجره ای شده است، یا در نامه یا در بامدادی که او در فاصله میان دو قطار به دیدن سنلو آمده بود و مشاجره هایی که تا آن زمان داشته بودند حتی نه به آن تندی، همواره به نظر آشتی ناپذیر آمده بود. چون معشوق کش خلق می شد از خشم پا به زمین می کوفت، گریه می کرد و انگیزه هایی همانسان نامفهوم که انگیزه های کودکانی که در اتاق تاریکی در به روی خود می بندند. به خوردن شام نمی آیند، لب از لب نمی گشایند و وقتی هیچ چاره منطقی نمی ماند و سیلیشان می زنند، گریهشان دوچندان می شود. سنلو از این کدورت خیلی رنج می کشید. اما این تعبیر بیش از اندازه ساده است و از این رو تصوری را که باید از چنین دردی داشت مخشوش می کند. تنها که شد، از آنجا که کاری جز اندیشیدن به معشوقه نداشت، که با حس احترام به او به خاطر صلابتی که نشان داده بود ترکش کرد، دلشوره هایی که در نخستین ساعتها داشته بود در برابر چاره ناپذیری ماجرا پایان گرفت. و پایان دلشوره چنان شیرین چیزی است که قهر وقتی به نظرش قطعی آمد، اندکی از همان گونه جاذبه ای را به خود گرفت که آشتی باید می داشت. آنچه اندکی بعد آهسته آهسته رنجش داد، رنجی، دردی، سانحه‌ای ثانوی بود که امواجش بی وقفه از درون خود او برمی خواست. و از این اندیشه می آمد که شاید معشوقه دلش بخواهد آشتی کند و چه بسا که منتظر گفته ای از سوی او باشد و در انتظار آن به انتقام نکند که در فلان شب، در فلان جا، فلان کار را بکند. و برای اینکه نکند، همین بس است که سنلو با تلگرافی خبر دهد که خود را به او می رساند و شاید دیگران از زمانی که او هدر می دهد بهره بگیرند و تا چند روز دیگر کار از کار گذشته باشد و نتواند معشوقه را بازیابد، چون از آن کس دیگری می شود. سنلو از همه این شدنی ها بی خبر بود. معشوق سکوتی پیش گرفته بود که سرانجام دردش او را از خود بی خود کرد. تا آنجا که نمی دانست او در همون دونسیر پنهان شده یا به هند رفته است. گفتند که سکوت نیروی است. درست از جنبه دیگری، سکوت نیروی سهمگینی است در اختیار معشوق. سکوت بر دلشوره انتظار دامن می زند. هیچ چیز به اندازه آنچه جدایی می اندازد آدم را به نزدیک شدن به دیگری دعوت نمی کند. و چه صدی گذرناپذیرتر از سکوت. نیز گفتند که سکوت شکنجه است و می تواند زندانیان محکوم به سکوت را به دیوانگی بکشاند. اما چه شکنجهی بزرگتر از نسکوت کردن که سکوت دلدار را دیدن؟ روبر با خود می گفت چی کار می کنه که هیچ خبری ازش نیست؟ حتما داره با کسای دیگهی به من خیانت می کنه. و همچنین مگه چه کردم که اینطور منو بی خبر گذاشته؟ شاید از من متنفره برای همیشه و خود را گناهکار می دانست. بدین گونه سکوت با الغای حسادت و پشیمانی دیوانه‌اش می کرد. وانگهی چون این سکوتی بس سنگ دلانه تر از سکوت زندان، خود زندانی است. حساری بیگمان غیر مادی اما رخنه ناپذیر است این ورته که گرچه از خلع آکنده است. پرتوی نگاه های محکوم به حال خود رها شده از آن نمی تواند بگذرد. آیا روشنایی دهشتناکتر از سکوت هست که دلدار غایبی را نه یکی که هزار تن می نمایاند، هر یک در کار خیانت دیگری؟ گاهی در آرامشی ناگهانی روبر می پنداش که در همان آن سکوت پایان می گیرد و نامه‌ای که منتظرش بود می رسد. نامه را می دید که می آمد. برای هر صدایی گوش تیز می کرد. دیگر آرام شده بود. زیر لب می گفت نامه، نامه. و پس از لحظه تماشای این واهی مجازی مهربانی دوباره خود را در کبیر حقیقی سکوت بیکرانه آواره می یافت. پیشا پیش از همه دردهای جدایی رنج می برد که در وقت‌های دیگری گزیرپذیرش می‌پنداشت، بیان که حتی یکی از آن دردها را فراموش کند. همانند کسانی که همه کاروبارشان را در انتظار تبعیدی سر و سامان می‌دهند که پیش نمی‌آید،
تبعیدی که فکرش که نمی‌داند فردا باید کجا قرار بگیرد، موقتاً در بیرون از آنان به همان گونه در تپش است که قلبی که از سینه بیماری بیرون کشیده شده است و جدا از تن او همچنان می‌تپد. در هر حال امید بازگشت معشوقه او را همانسان به پایداری در قهر توانا می‌کرد که باور به زنده بازگشتن از نبرد آدم را در رویارویی با مرگ یاری می‌دهد. و از آنجا که در میان همه گیاهان انسانی عادت آنیست که از همه کمتر به خاک خوراکاور نیاز دارد تا زنده بماند و بیش از همه بر خشک‌نماترین صخره‌های برهوتی می‌روید، شاید اگر سنلو در آغاز به تجربه متارکه وانمود می‌کرد سرانجام صادقانه به آن خو می‌گرفت. اما دودلی او را دستخوش حالتی نگه می‌داشت که با خاطره آن زن پیوند داشت و به عشق می‌مانست. با این همه می‌کوشید برایش نامه‌ای ننویسد. شاید میپنداشت که بدون معشوق سر کردن رنج آسانتری دارد تا بودن با او در شرایطی، یا اینکه پیش از جداییشان به آن صورت باید منتظر پوزش خواهی او میماند تا حسی که روبر میپنداشت معشوق از او در دل داشته باشد که اگر نه عشق دست کم ارج و احترام بود باقی بماند. به همین بسنده میکرد که به تلفن خانه برود که تازه در دونسیر باز شده بود و از زن خدمتکاری که نزد معشوقه گماشته بود خبر بگیرد یا دستورهایی به او بدهد. اما این مکالمه ها پیچیده بود و وقت بسیاری می گرفت، زیرا معشوقه روبر به پیروی از عقیده دوستان ادیبش درباره زشتی پای تخت، اما بیشتر به خاطر حیواناتش، سگها، میمون، قناریها و توتیش که صاحبخانه پاریسی دیگر تحمل سر و صدای بیوقفهشان را نداشت، به تازگی خانه کوچکی در پیرامون ورسای اجاره کرده بود. در این حال در دونسیر حتی یک لحظه هم خواب به چشم سنلو نمی آمد. یک بار در هتل من فرسوده از خستگی چرتی زد، اما ناگهان به حرف افتاد. می خواست بدود، مانع چیزی بشود. می گفت صداشو می شنوم. شما نباید، نباید. از خواب پرید. گفت که خواب دیده بود در روستا در خانه سر استوار است و او میکوشید سنلو را از بخشی از خانه دور نگه دارد. سنلو حدس میزد که ستوان بسیار ثروتمند و بسیار هرزه‌ای که میدانست به معشوقش بسیار نظر دارد در خانه استوار باشد و ناگهان در خواب به روشنی جیغ‌های متناوب و منظمی را شنید که معشوقش همیشه هنگام همگوشی میکشید. سنلو کوشید استوار را وادارد که او را به آن اتاق ببرد، اما او میکوشید از رفتن بازش بدارد و در این حال از آن همه بی ملاحظگی او حالت آزرده‌ای به خود گرفته بود که سنلو می گفت هرگز آن را فراموش نخواهد کرد. همچنان نفس نفس زنان گفت خوب احمقانه ای بود. اما دیدم که در یک ساعت پس از آن چندین بار بران شد که به معشوقش تلفن کند و او را به آشتی بخواند. پدرم تازه تلفن گرفته بود، اما نمیدانستم این چندان به کار سنلو می آمد یا نه. وانگهی به نظرم خیلی مناسب نمی آمد که به پدر و مادرم و حتی فقط به دستگاهی که در خانهشان بود نقش میانجی سنلو و معشوقش را بدهم، هر اندازه هم که او زنی برجسته و دارای احساسات عالی می بود. کابوس سنلو تا اندازه از ذهنش پاک شد، اما پس از آن هر روز با نگاهی گنگ و خیره به دیدنم می آمد. در همه آن روزهای وحشتناکی که در چشمم یکی پس از دیگری چون منحنی شکوهمند نرده های پلکانی به سختی چکش کاری شده جلوه می کرد که روبر آنجا ایستاده بود و از خود می پرسید که معشوقش چه تصمیمی خواهد گرفت. سرانجام معشوقه به زبان آمد و از او پرسید که آیا حاضر است او را ببخشد؟ و همین که سنلو خطر جدایی را برطرف دید، همه زیانهای آشتی دوباره در نظرش آمد. وانگهی کمتر رنج می کشید و دردی را که اگر رابطهشان دوباره برقرار می شد، شاید پس از چند ماهی باید گزشش را دوباره حس می کرد، کما بیش به جان پذیرفته بود. اما دودلیش چندان طول نکشید و شاید به این دلیل دودلی می کرد که سرانجام اطمینان یافته بود که می تواند دوباره معشوقه را از آن خود کند. یعنی که می توانست، پس می کرد. فقط معشوقه از او می خواست که اول ژانویه به پاریس نرود تا او بتواند آرامشش را بازیابد و سنلو دل آن نداشت که به پاریس برود اما او را نبیند. از سوی دیگر معشوقه پذیرفته بود که با او به سفر برود
اما برای چنین سفری به یک مرخصی واقعی نیاز بود که سربان دوبرودینو به اون نمیداد. خیلی ناراحتم که دیدارمون از زنداییم عقب میفته، اما مطمئنم که عید پاک به پاریس میام. تو موقع نمیتونیم به خونه مادام دوگرمانت بریم چون من تو بلبکم، اما اصلا مهم نیست. بلبک؟ مگه همین تابستونی اونجا نبودین؟ چرا، اما امسال به خاطر بیماری منو زودتر میفرستن. همه ترسش از این بود که من پس از آنچه برایم تعریف کرده بود معشوقش را زن بدی بدانم. تنخویش فقط به خاطر اینه که زیادی صریحه، تو احساساتش زیادی یک دسته، اما واقعا موجود بی نظیریه. نمیدونی چه ظرافتهای شاعرانه ای داره. هر سال روز مردگانو تو بروژ میگذرونه. قشنگه نه؟ اگه با اون آشنا بشی خواهی دید که چه انسان بزرگیه. و چون از زبان ویژه‌ای تأثیر گرفته بود که در پیرامون آن زن در محافل ادبی رایج بود، گفت یه حالت ستاره وار توش هست، یا حتی سلوک‌آمیز. میفهمی که منظورم چیه؟ مثل شاعری که تقریبا راهب هم هست. در طول شام همه فکرم پی یافتن دستاویزی بود که سنلو با آن از خویشاوندش بخواهد مرا به خانهش راه دهد، بیان که نیازی به آمدن خود سنلو به پاریس باشد. و این دستاویز را در علاقه‌ای که به دیدن آثار الستیر داشتم یافتم، یعنی همون نقاشی که من و سنلو در بلبک با او آشنا شده بودیم. دستاویزی که تا اندازه‌ای حقیقت داشت، چون در حالی که در دیدارهایم از کارگاه الستیر از نقاشیش این را می‌خواستم که مرا به فهمیدن و دوست داشتن چیزهایی بهتر از خودش، چشم‌اندازی از آب شدن یخبندان، یک میدانگاهی اصیل شهرستانی، زنان زنده بر کنار دریا راهنمایی کند، و در نهایت می‌توانستم از او بخواهم تصویر واقعیت‌هایی را برایم بکشد که خود نتوانسته بودم به ژرفایشان پی ببرم، مثلا کوره راهی با گل‌های کوویچ، نه برای اینکه آن تصویر زیباییشان را ثبت بلکه برایم کشف کند. اکنون برعکس، دلم خود تازگی و جاذبه نقاشی‌هایش را می‌خواست و آنچه بیش از همه مشتاق دیدنش بودم تابلوهای دیگری از الستیر بود. حتی به نظرم می‌آمد که بی اهمیت ترین تابلوهای او چیزی غیر از شاهکارهای نقاشان حتی بزرگتر از اوست. آثارش به قلمرو بسته با مرزهای گذرناپذیر و به ماده بی همتا می‌مانست. نادر نشریاتی را که در آنها مقاله هایی درباره او نگاشته شده بود مشتاقانه گرد آورده بودم و از آنها چنین دریافتم که در همان اواخر به کشیدن منظره و طبیعت بیجان پرداخته، اما نقاشی را با کشیدن مضمون های اساطیری آغاز کرده بود که عکس دو تا از آنها را در کارگاهش دیده بودم و سپس زمان درازی از هنر ژاپنی تأثیر گرفته بود. برخی از بهترین نمونه های دوره های مختلف نقاشیش در شهرستان یافت می شد. فلان خانه آندلیس که یکی از زیباترین منظره های الستیر در آن بود، به نظرم همان مایه ارجمند می آمد و همان اندازه آرزوی سفر را در دلم می نشانید که روستایی از شارتر که در دل سنگ خارایش شیشه نگاره شکوهمندی نشسته باشد و به سوی دارنده این شاهکار، به سوی مردی که در خلوت خانه پیش پا افتادهش در کنار خیابان اصلی در برو بسته چون اخترشناسی در یکی از آثار الستیر این آینه های جهان می نگریست که شاید آن را به چندین هزار فرانک خریده بود، با همان همدلی پر می کشیدم که آدم را به همه کسانی که درباره امری اساسی با او هم نظرند تا ژرفاهای دل تا حد منش ها پیوند می دهد. و در یکی از آن گاهنامه ها خوانده بودم که سه اثر مهم نقاشی که از همه دوست‌تر داشتم از آن مادام دوگرمانت است. پس کم و بیش صادق بودم که در شبی که سنلو گفت معشوقش به بروژ می رود، سر شام در حضور دوستانش به حالتی انگار بی مقدمه به او گفتم راستی اجازه بده برای آخرین بار به خانومی که دربارش بحث کردیم اشاره کنم. الستیر رو به خاطر داری؟ همون نقاشی که تو بلبک باهاش آشنا شدیم؟ خب آره، البته. یادت میاد چقدر ازش خوشمون اومد؟ آره، حتی یه نامه براش نوشتیم. خب یکی از دلایل، البته نه از همه مهمتر، یکی از دلایل اضافی که دلم میخواد با خانم آشنا بشم. میفهمی که منظورم کیه؟ خب آره، چقدر حاشیه میری؟ یکی از دلایلش اینه که دست کم یه تابلوی خیلی زیبای الستیر تو خونشه.
جدی؟ نمیدونستم. الستیر حتما تو عید پاک تو بلبکه. میدونید که الان تقریبا همه سالو کنار دریا میگذرونه. خیلی دلم میخواد این تابلو رو پیش از رفتنم دیده باشم. نمیدونم با مادام دوگرمانت خیلی خودمونی هستین یا نه. نمیتونین به صورت ماهرانه‌ای که نتونه نبگه بچه منو در نظرش بالا ببرین و ازش بخواین اجازه بده که بدون شما به دیدن اون تابلو برم، چون خودتون نمیتونین بیاین. چشم، من از طرفش جواب میدم. همه سعیمو میکنم. چقدر شما رو دوست دارم روبر. خیلی لطف میکنید که منو دوست دارین. اما یه لطف دیگه هم بکنید و به من تو بگین. همونطور که قولشو داده بودین، خودت هم اول شروع کردی. یکی از دوستان روبر گفت امیدوارم که تو حال توته برای رفتن نباشین. میدونین اگه روبر به مرخصی بره وضع نباید هیچ تغییری بکنه. چون ماها اینجا هستیم. شاید برای شما کمتر جالب باشه، اما هر کاری از دستمون بر بیاد میکنیم تا شما نبودنش رو حس نکنیم. به راستی هم در حالی که میپنداشتیم معشوقه سنلو تنها به بروژ برود، خبر رسید که سروان دوبرودینو یک مرخصی طولانی برای رفتن به بروژ به سنلو داده است. حالان که تا آن زمان مخالف بود، ماجرا چنین بود. شازده که به موهای پرپشتش بسیار مینازید، مشتری همیشگی بهترین آرایشگر شهر بود که در گذشته شاگرد سلمانی سابق ناپلئون سوم بود. سروان دوبرودینو با آرایشگرش رابطه بسیار خوبی داشت، چون علی‌رغم رفتار شاهانه‌اش با زیردستان بی آلایش بود. اما آرایشگر به سنلو که چون ریگ پول خرج می کرد و چندین کالسکه و اسب داشت بیشتر احترام می گذاشت تا به شازده که از دست کم 5 سال پیش به او بدهکار بود و مزد همه شستشوهای سر و آرایش مو و بهای شیشه های عطر پرتغال، اودس و ورن، فر، ریشتراش و چرم و غیره روی بدهیش تلمبار می شد. آرایشگر که شنیده بود سنلو از اینکه نمیتواند با معشوقش به سفر برود ناراحت است، ماجرا را با آب و تاب برای شازده در حالتی تعریف کرد که روپوش سفیدی دست و پایش را بسته و ریشتراش سر او را خمیده به پشت نگه داشته بود و با تیغی خرخرهش را تهدید میکرد. شنیدن ماجراهای عاشقانه جوان لبخندی پر از مدارای بوناپارتی بر لبان سروان شازده نشاند. احتمال اینکه به بدهی خودش فکر کرده باشد کم است، اما سفارش یک سلمانی همان اندازه خلقش را خوش می کرد که سفارش دوکی آن را بد. هنوز غبغبش پوشیده از کف صابون بود که قول مرخصی سنلو داده شد که همان شب هم به امضا رسید. اما آرایشگر که به لاف زدن پیوسته عادت داشت و برای اینکه چنین بتواند به سهولت شگرفی دروغ می گفت و امتیازهایی یک سر دروغین به خود نسبت می داد، این بار که براستی خدمت مهمی در حق سنلو کرده بود، نه تنها از آن دم نزد، بلکه هیچگاه آن را به خود روبر هم نگفت. انگار که خود ستایی به دروغ نیاز داشته باشد و اگر امکان آن را نیافت جای خود را به صداقت و فروتنی بدهد.